سلام علیکم. سلام. علیکم السلام. آقا احسار فرمودین. از تهران تا شمیران امامزاده صالح چند منزله؟ 3 منزله آقا. اون وقت از امامزاده صالح تا سفارت منحوس روس چند منزله؟ باز هم 3 منزله. فکر کردم به این مردک وزیر مختار اختار بدم. میبری؟ شما جون بخواه. زنده باشی آسد رضا. قربون اون جدت برم. برو از قول علمای تهران به این گریبایدوف روسی بگو این راه که میروی به ترکستان است. بگید این ملت به اقتضای این که مسلمان هستند مکلف هستند به مبارزه با ظلم و این که زیر بار حرف بیگانه نرن، فلذاست که اگر رگ غیرتشان به جنبه نه تزار منحوس روس رو میشناسند و نه قانون شنی کاپیتالاسیون. اگه اعتنا نکرد، اگه اسیرم کرد، میگن مردی که پاک عقلشو گوشه کف دستش، عالم و آدم به خونش تشنن. مگه میتونه؟ جرأت نمیکنه. بگید نوامیس مردم رو پس بده که بد میبینه. و سلام. آسد رضا طوری میری که قبل از طول آفتاب به اون خراب شده برسی. برو. سلام. عالی جناب گریبایدوف، چی کار داری بچه؟ پیغام دارم از طرف آقا میرزا مسیح، فوری و فوتی. پیغامت رو بگو زود شهرتو کم کن. چقدر عصبانی؟ رسم مهمون نوازی تو دین و ایمون شما پر کشیده؟ مزخرف نگو. باش حضرت اشرف، من از طرف آقا میرزا مسیح مجتهد پیغام آوردم، اسرا رو آزاد کنید. آقا فرمودن اگه خلق خدا را آزاد نکنید بعد آتشی گریبانگیر سفارت خونتون میشه. دیگه خود دانی. یک پیغام هم من برای اون مجتهد عالی مقام دارم. بفرمایید. به عرضشون میرسونم. دوستای تنهایی من، خداحافظ، 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 خداحافظ. فرار میکنی؟ زخمی زدی به اتاق خزانه و بعدش؟ تاوان بدبختیامه. منم میتونستم عاشق بشم، منم آدم بودم، تو هم میتونستی عاشق بشی. طاووس خان، من و تو هم دردی. نزار داغه زندگی واقعی به دل این اجاق کور بمونه. میدونی اگه شاه بفهمه چه بلایی سرت میاره؟ میدونی این چند سال چقدر منو سرکیسه کردی به بهانه‌های مختلف؟ یه دفعه شاه میخواد طلاقت بده، یه دفعه شاه یکی دیگر رو میخواد سوگلی کنه، یه دفعه شاه میخواد بره سفر تو رو با خودش نمیبره. هر دفعه چغلی منو رفتی پیش بابا خان کردی،
هر دفعه یه جور حضرت خواجه یعقوب. فکر امشبو نمی کردی گذر پوستت به دبا خونه طاووس خانم بیفته؟ نه؟ حالا که افتادی میخوای چیکار کنی؟ باید سهم منو بدی خواجه یعقوب مارکاریان و الا دقه دلی این چند سال سرت در میاره. چقدری هست؟ به قدر 80,000 تومان. منم در حق تو کم خوبی نکردم. اون دخترک گرجی یادت؟ نصفیشو میخوام. 40,000 تومن 40,000 تومن. بی‌انصافیه. منم داد میزنم، چو میندازم، هوارکشون را میندازم، میگم دزد بد خواجه رو گرفتم. بس کن. برم بهم خیانت نمی کنی؟ پشت سرم داد نمی زنی؟ دهنم رو بستی. وقتی رفتی به شاه میگم فقط 40,000 تا دزدیدی. اونم هیچ کس رو نمی شناسه که خزانه رو وجب کرده باشه. امین اموال همون دزد فرومایی است. عزت زیاد. عزیزان ما رو توی اون جهنم محبوس کردن حرومی ها. زن و بچه هامون رو به اسارت گرفتن حضرت آقا. اگه آقا رخصت بدن حمله میکنیم به اون سفارتخونه، خاکشو به توبره میکشیم. اونجا لانه شیطانه. لا اله الا الله. من با شاه صحبت میکنم، اگر دولت اقدامی نکرد خودمون دست به کار میشیم. فعلا مصلحت نیست بهانه دست حکومتی ها بدیم. کجا؟ باهای سفیر کار دارم. ساعت کاری تموم شده. بهشون بگید برای یک کار محرمانه خدمت رسیدم. برو فردا بیا. به نفعشونه. میگم برو فردا بیا. نمیشه. تو چرا نمیبخشی؟ میگم نمیشه. چه خبرتونه؟ تو کی هستی؟ تو چشمای من خوب نگاه کنید. من آخرین بار کجا دیدی؟ خدای من تو رو قبلا دیدم. چرا به این شکل در اومدی؟ منم یکی از اون اسرای مهاجرین. پناهندگی میدونین یعنی چی؟ تو دربار تهران یک تاز بودی، چرا میخوای پناهنده شی؟ من هم بخشی از اون اسرا بودم. اسیره، هیچ فرقی نمیکنه. من از ارامنه ایروان بودم، اسیر شدم، همه چیزمو از من گرفتن.
مرد لامرد اگه تو جام طلا هم بخوابه باطله. عالی جناب، من یه مرده متحرکم، طاقتم تاب شده بود، مجبور شدم فرار کنم. ولی من نمیتونم به تو پناهندگی بدم، باید برگردی دربار. من سیاهی بزرگی دارم از اسرا و مهاجرین که شما هیچ وقت نمیتونید به اون دست پیدا کنید. چرا؟ چون توی خانه بزرگان و رجاله، اونجا پنهان شده، مثل دو زن گرجی که تو خونه الهیار خان آصف و دوله مخفی شدن. من به دردشون میخورم آقا، من آدم بی چیزی نیستم. زخمی بود که حکومت ایران به یک جوان برومند ایروانی زد، تحصیل کرده، خوشبر و رو. درد من مخدوم نسلی نیست، درد من هم نشین نبودن با زنهای زیبا نیست، درد من بودن و دیده نشدنه. اعتبار داشتم ولی نداشتم. عالی جناب، اینجا خونه آخر منه، اگر بیرونم کنی رودخانه جاجرود آخرین راه علاج این خاک است. آقای مارسوف، یک اتاق تو همین سفارتخونه بدید به این مرد شریف. از این ساعت سفارت کبرای روس حافظ منافع و امنیت جانی و مالی خواجه یعقوبه. امشب قرار باقی مونده سیاهه مهاجرین رو بده به دست من. فردا هم به سالداتا بگیم به خانه صدر اعظم برن تا اون زنای گرجی رو به سفارتخونه منتقل کنن. حرم خانه آصف و دوله جایی غیر از منزلشونه، توی یک باغ. من نشونیش بلدم. عرض و ناموس ایرانی دستمون اجنبیه، اگر من الان اینجا هستم به خاطر عاده حیثیت یک عده درمانده بیچاره است. این بندگان خدا در ظلمات شب به خانه من پناه آوردن برای دادخواهی. لا اله الا الله، شما این مرتیکه روسو همینجوری به حال خودش رها کردی که هر غلطی دوست داره بکنه؟ هیچ خدایی را بنده نیست، اگر قراردادی بسته شده حکمن اجرای اون ضوابطی داره. همین جوری افسار سر خود بریزن خونه یک شهروند ناموسش رو چپو کنن؟ شما اگر حافظ منافع این رعیت نباشید، پس این مردم به چیه این مرد دلشون خوش کنن؟ نگران نباشید، امر میکنیم صدر اعظم آصف الدوله با وزیر مختار روس مذاکره بکنن. البته ما دل خوشی از این واقعه نداریم، ولی احتیاطاً نباید بیگدار به آب بزنیم. ما تازه از مخاصمه فارغ شدیم. آقای شاه، ناموس مسلمان‌ها در چنگال یک اجنبی اسیره، اون وقت شما امر به مذاکره می‌فرمایید؟ استغفر الله و اسأله التوبه. سالدادها به باغ سراپرده جان نثار ریختن، دو نفر از خانومهای سراپرده حقیر رو با خودشون بردن. این زنها عقدی بودن؟ بله علازد. حاجی یعقوب رفت، آبرو هم رفت. جسارته، چقدر به شهریار عرض کردم به این حرومزاده اینقدر بالا پر ندیم. پناهنده شده. قبله عالم،
بنده هم جسارتاً عرض کنم 40,000 تومان از خزانه همایونی هم به سرقت برده این بی آبرو. چقدر باعث سرشکستگی و سرفکندگیه این حقیر پیش قبله عالم شده باشه تو این سالها این مردک، فقط خدا عالمه. خاطر مبارک تخت شب نشده برشو میگردونم، کتبسته میارم، شخصا حکم فرموده فراشان سیاستش کنن. تو اگه عرضه داشتی زنهای حرم خونه تو برمیگردوندی، خواجه حرم سرا پیش کش. نو پرابلم. جناب صدر اعظم، پیشنهاد میکنم درباره محصورین سفارت روس اقدامی نشه. بذارین آتش انتقام رعیت درس عبرتی بشه برای وزیر مختار جوان. میرزا ابوالحسن خان، ای جانم، شما فقط برای برگردوندن خواجه یعقوب اقدام بکنید، بهانه خوبی برای دعوای طرفین. ای به چشم جان جانان، داری زکات حسن و ندانی به کی دهی. من مستحقم ای شه خوبان، به من، به من، به من. با اجازه. الدنگ جناب وزیر مختار، من فقط حامل پیام پادشاه ایران برای فرستاده تزار هستم. اسرا رو آزاد کنید و خواجه یعقوب رو به دربار عودت بدید. نقض این فرمان خلاف قرار و مدارمونه. طبق اصل صریح عهدنامه ترکمانچای، استرداد اسرا جز تعهدات اولیه دولت ایرانه. بسیاری از اونا دیگه اسیر نیستن آقای گریبایدوف، تو ایران زندگی میکنن، صاحب فرزند شدن، تعلق خاطری دارن. نمیشه که به زور اونا رو خرکش کرد اون طرف عرض که آقا. ببینید جناب شیرازی، تبعه روس تبعه روسه، اما در مورد خواجه یعقوب باید خدمتون عرض کنم که ایشون از دولت فخیمه روس پناهندگی گرفتن. از این به بعد امپراتور حافظ امنیت ایشونه. اون دزدی کرده آقا، جزء بیوتات سلطنتیه، روی کتف شماره اموال ممهوره آقا. اگه منظورتون اون 40,000 تومانه که خیلی واهیه، زخمی که 30 سال به بدنش اصابت کرده به نظر شما تاوان نداره؟ خواهش میکنم بیشتر از این وقت منو نگیرین جناب شیرازی. به شاه ایران بفرمایید سفارت کبرای روس فقط طبق قرارداد فیمابین عمل خواهد کرد، فقط. پس در این صورت ما مسئول واقعی که اتفاق بیفته نخواهیم بود. شما بیشتر از اون چه که تصور میکردم مغرورید آقای گریبایدوف. نینای عزیزم، خواهش میکنم از دست من دلگیر نباش. خودت که میبینی فشار کاره یکم من عصبی کرده، وگرنه من هنوزم همون الکساندری هستم که تو را از شاعر معروف گرجستان چاوچاته در تفلیس خواستگاری کرد. اشعاری که برات مینوشتم یادته؟ روزهای تفلیس، پاپا، روزی که با تو آشنا شدم.
روزی که با تو آشنا شدم. الکساندر سرگیویچ گریبایدوف، شما حاضرید دوشیزه نینا چاوتزه رو به همسری برگزینید؟ بله. دوشیزه نینا چاوتزه، شما حاضرید آقای الکساندر گریبایدوف رو به همسری بپذیرید؟ بله. خب، من شما رو از این لحظه زن و شوهر اعلام میکنم. من بالاخره با عشق افسانه‌ایم ازدواج کردم. امید داشتم، آرزو داشتم، ولی یه چیزی همیشه اذیتم میکرد. من قبلا توی توطئه‌ای علیه دستگاه امپراتوری تزار دست داشتم و خبر داشتم تمام افسران شورشی مثل من دارن شناسایی و دستگیر میشن. الکساندر گریبایدوف، شما به جرم اغتشاش علیه تزار امپراتور روسیه بازداشت هستی. ببرینش. شما دارین اشتباه میکنین. الکس، نینا، الکساندر گریبایدوف، تو آزادی. حداقل باید 10 سال میرفتی سیبری اردوگاه کار اجباری. متاسفم، با آدمای مثل تو باید به بدترین شکل برخورد میکردن. سیبری خیلی کمه. میگن تو خواهرزاده ژنرال پاسکوویچ، فرمانده ارتش امپراتوری روسیه در جنگ با ایران هستی. ژنرال پاسکوویچ خیلی پیش تزار ارزشمنده که به خاطرش از تو گذشت کرده. الانم باید بری به اردوی ژنرال، میخواد ببیندت. خوش میتونستم خفت میکردم. الکساندر گریبایدوف، تو خیلی شانس داری. بذار خوب قیافت نگاه کنن تا یادم بمونه. زندانباری که زیاد حرف میزن. یا برو بیرون. من احضار شدم به سرحدات ایران، جایی که فکر نمی کردم که بخوام مدتی رو در اون اقامت کنم. ماه عسل. دایی الکسی فاتح قفقاز منو از چاله انداخت توی چاه. شاید در سیبری وضع بهتری داشتم. دایی جان، کی اومدی الکسی؟ من همین الان رسیدم. تو پاک آبروی من رو بردی. میخواستن تبعیدت کنن سیبری، من برای تزار دستخط دادم. تو ازدواج کردی، دیگه تمومش کن. این بار دومه که واسطه شدم. مرتبه سوم خودم میکشمت. فهمیدی؟ بله دایی الکسی، حق با شماست. تبریز تو چنگ ماست. اگه موفق بشیم تبریز رو فتح کنیم، تو باید به ما ملحق بشی. ولی من ازدواج کردم، شما که خودتون میدونید. این زن و شوهر جوان ماه عسل نمیخوام برن؟ ایران سرزمین زیباییه. برگرد تفلیس تا خبرت کنم. ولی شاید شما نتونستین تبریز رو فتح کنیم. اگه نمیتونستم که ژنرال پاسکوویچ نبودم. اگر ژنرال پاسکوویچ نبودم، تو الان یا تو راه سیبری بودی و یا همون مرحله اول که با اون چند تا جوجه دانشجوی احمق دست به شورش زدی تیربارونت میکردم. حالا برگرد تفلیس تا خبرت کنم. از دیکود بفرستنم سیبری، مثل بار دوم که دستگیر شدم. اگه دایی الکسی به دادم نمیرسید، الان من و تو پروی هم نبودیم. برای همینه که میگم و باید قدر این لحظه تو بدونیم.
الکسان، خواهش میکنم اسرا رو آزاد کن، بذار برن. فکرشم از سرت بیرون کن، اون اسرا هیچ وقت آزاد نمیشن. منم هیچ وقت از این اتاق بیرون نمیام، هیچ وقت. تکلیف روشن شد. مردان آهنین تزار دست از چپاول و تعرض و حتاکی به ملت مسلمان ایران بر نداشتن. تکلیف حکومت هم معلوم شد الحمدلله. دربار کنار از این بازی، ما ایم و شب تار و غم یار، دگر هیچ. منصور و انالحق زدن و دار، دگر هیچ. بر هر مسلمانی واجب از نوامیس خودش دفاع کنه. حکم ناموس، حکم جهان. لانه شیطان باید خراب بشه، خاکش باید به توبره کشیده بشه. چه نشستی؟ از چه نشستی؟ آتش غیرتت زبانه بکشه. امشب ختم رسواییه. این خشم موهبت الهیه. لا حول ولا قوة الا بالله. تو خیان کردم. یه کاری کنین آلی جناب. این جماعت یه مش وحشی هست. تمام قدرتشون به قیل و قالشونه. نگرانشون نباش، هیچ غلطی نمیتونن بکنن. چی داریم میگین؟ تعدادشون خیلی زیاده. شما شاید از جونتون گذشته باشین، ولی من هنوز دوست دارم زندگی کنم. خفه شو مارتسوف. اگه یک کلمه دیگه، فقط یک کلمه دیگه حرف بزنی، میدم گرگای اون بیرون تیکه تیکت کنن. حالا گم شو. گمشو! چی شده آقای مالتسوف؟ این سراشده ها مال چیه؟ من دوست نداشتم شما اینجا باشید، ولی اون کفدار نمیذاره. اگر به من بود همه تون رو آزاد میکردم. آخه آزادی حق شماست. این کارا به من ربطی نداره. به همه بگید اسمم مالتسوفه. مالتسوف. من نمیخواستم به این ماموریت بیام. پاسکوویچ وادارم کرد. میبینید اون هیولا قفلش کرده. قفل. سشکا برو زیر زمین. یکی از زنهای آصف الدوله اسمش آباست. بیا
بیارش اتاق من. چشمای خیلی درشتی داره، مثل گربه. برو. بابا کیه؟ منم. با من بیا. یکی از زنای آصف الدوله ای؟ منو نمیشناسی؟ فقط تو میتونی آتش انتقام منو خاموش کنی. برو برو. Dawson! 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 Dawson!
وطنم.